به نام خدا. سلام بر شما بیننده آخرخط از نور هستید. از اتهام توزیع پول تا برخورد فیزیکی در روند گزینش رئیس مجلس نمایندگان، رئیس مجلس در انتخابات دیروز برای کسب کرسی ریاست مجلس نمایندگان میر رحمان رحمانی با گرفتن 123 رأی رئیس مجلس نمایندگان معرفی شد و رقیب او آقای کمال ناصر اصولی با کسب 55 رأی در این رقابت شکست خورد. اما امروز آقای اصولی با نپذیرفتن نتیجه انتخابات دیروز برای ریاست مجلس نمایندگان خودش را رئیس مجلس نمایندگان معرفی کرد. عملکرد کمال ناصر اصولی نماینده مردم در مجلس نمایندگان برای گرفتن کرسی ریاست مجلس با واکنش‌های تند از سوی شماری از اعضای مجلس نمایندگان روبرو شد. در این زمینه بیشتر صحبت میکنیم با آقای دکتر نادر حساس، رئیس دبیرخانه حزب افغان ملت و منتظر محمد علی علیزاده از مجلس نمایندگان در این برنامه هستیم. سلام بر شما آقای دکتر، بسیار خوش آمدید. تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض شد که با تأسف باید بگویم که کشور ما در چه حالت سیاسی و اجتماعی و فقر و بیچارگی و جنگای همه جانبه و در تمام اکناف و اطراف کشور وجود داره و با چه مشکلاتی روبرو هستیم و ما جای قانونگذاری ما، قوه قانونگذاری ما که قانون تصویب میکنه، نظارت میکنه بر اجراءات قوه اجراییه، بودجه را پاس خواهد کرد و در مسائل بسیار مهم یا رول داشته خواهد باشه که از امین حالت ما شروع کنیم که متاسفانه اول نتیجه کاندیدا در سرتاسر کشور کسایی که برنده بودن 7 ماه را گرفتن. بعد از 7 ماه ما نتیجه کامل اعلان شد که اوم برای بسیاریش قابل پذیرش نیست. دیروز ما هم دیدیم که در پیشروی سپیدار، تعمیر سپیدار، اونجا چند تا کاندیدای خانم‌ها ششته بودن و اعتراض داشتن و قبول نمیکردن و همچنان بسیار و کسایی که قبول کردن و در موافق اعلان شدن و آمدن در داخل پارلمان و انتخابات کردن و انتخاباتش با حتی برخورد، نه تنها برخورد لفظی، حتی با برخورد فیزیکی این منجر شوه، این قابل تاسف است. جریانی که ما تعقیب کردیم و شنیدیم میگن که دیروز 247 وکیل شرکت کرده بود و طبق قانون 51 کسی باید برنده باشه و استدلال آقای اصولی ای است که ما ناکام هستیم، ما 55 بودیم. ولی خود آقای رحمانی هم 123 رای برده که این 51 نمیشه، فلیازا دو نفر دیگه باید کاندید شوه. ولی مشکل است که ما نظر و شرایط کشور خود امی تحمل امی انطاف آقای اساس، امروز در مجلس نمایندگان برخورد فیزیکی و میان نمایندگان صورت گرفته و حتی نمایندگان بر یکدیگرشان دشنام دادن، استفاده از کلمات بسیار زشت و نامناسب در برابر یکدیگرشان. چرا در یک نهادی که قانون گذار است و قرار است مردم از اینا انتظارات کلانی داشته باشند چنین یک برخوردهای صورت میگیره؟ ببینین موضوع از کجا منشأ میگیره. قسمی که از امی تلویزیونی شما و سایر رسانه ها زیاد بحث شده سر کاندیدان، سر کمیسیون انتخابات، سر نتایج کاندیدان و بالاخره کسایی که موفق میشن، متاسفانه از شروع کار به تزویر و فریب و تقلب و کسایی که مستحق نیستن و فعلا که ما و شما می دو دلیلی بسیار برازنده داریم. یکی که 7 ماه بعد نتیجه اعلان میشه، دومی که همی فعلا هم در اکناف و اطراف کشور ما این نمی پذیره این مردم و تظاهرات از حتی تا کابل آمدن، اینی چیز اینمی ناشی از همی میشه که جای ما که برای ما قوانین تصویب کنه، جایی که از اونجا تحمل و یک دیگر پذیری و
تسامو ای انتظار داشته باشیم ای که مسئله به دشنام و مسئله به حتی برخورد فیزیکی میرسه قابل تأسف است. ولی ما مسئله دیگر که میخواییم تماس بگیریم و ایست که امو هیئتی که موظف بود، امو رئیس موقت، اگر تعدیل قانون مسئله است، اگر سایر مسائل بود، نباید به این شتاب زدگی امی مسئله شما ایران آقای واکنش آقای اصولی را چیگونه میبینید؟ 55 رای در برابر رقیبش که 123 رای گرفته، در حالی که توسط رئیس موقت به عنوان رئیس مجلس نمایندگان معرفی شده آمده، امروز بر کرسی ریاست پارلمان نشسته. آیا واقعا یک واکنش مناسب بوده یا راه‌های دیگری وجود داشت به خاطر ابراز رأی و نظرش و به خاطر واکنش نشان دادنش این کار را نمی‌کرد؟ راه‌های دیگری وجود داشت؟ طوری که ما شنیدیم و در اخبار مطالعه کردیم، استدلال آقای اصولی است که این قانع است که ما باختیم، ما 55 رای بردیم ما باختیم، ولی میگه که آقای رحمانی هم باخته بخاطر از اینکه این 50+1 پورا نکرده. به این اساس انتخابات بین دو نفر بر فردایش صورت بگیره. ولی مثلا بر اساس قانون داخلی اصول وظایف داخلی رئیس موقت حق داره که رئیس جدید را معرفی بکنه. دیروز میر رحمان رحمانی با گرفتن 123 رای از طرف رئیس موقت مجلس نمایندگان به عنوان رئیس جدیدی برای 5 سال معرفی شد. چرا فکر میکنید باز هم یک برخورد فیزیکی اینجا صورت گرفته؟ آیا در تفهیم و فهم ماده های قانون دچار اشتباه شدن، اصول وظایف داخلی را درست درک نکردن که منجر به این شد امروز برخورد فیزیکی شود؟ ما یادآور شدیم که برخورد فیزیکی ناسزا گفتن و دشنام تأسف است که از اینجا از هر کس که صورت میگیره. ولی در پالوی از او رئیس بی موقت باید با یک حوصله مندی و با یک دسکشن و با اقناع و تربیت این مسئله را باید مطرح میکرد و وانمود میکرد که بنابر اینمی دلایل واضح و قانونی آقای رحمانی سزاواری عزیزت که باید به صفت رئیس اعلان شود. استدلال آقای اصولی است، ما خو از ریاستش نشنیدیم، تا در اخبار امروزم در ویسا که ما خواندیم او گفته که ما باختیم، ما 55 رای بردیم به مقابل 123 زی، ولی این 50+1 پورا نکرده. مسئله سر عزیز که بازم او را تکرار میکنیم که رئیس بی موقت نباید به این شتاب زدگی و عجله ای را اعلان میکرد که باعث برخورد فیزیکی. شماری از اعضای مجلس نمایندگان استدلالشان این است که از 247 نفر اعضای پارلمان چند تنشان غیر حاضر بودند، تا 141 رای میگرفت آقای رحمانی به عنوان رئیس مجلس که آنچه که در قانون پیش بینی شده میآمد رئیس مجلس نمایندگان میشد، آنچه که آقای اصولی با او استدلال دارند 50+1 است، اما 123 رای گرفته. استدلال این است چون چند نفر غیر حاضر بودند و ما میتونیم جبران بکنیم با این رای که گرفته شده. متاسفانه این مسئله یک ایجاب دیسکشن و ایجاب اسناد کار داره. ما می امروز صبح که در اخبار خواندیم گفتن که 13 رای سفید بود، 53 رای باطل بود، 123 آقای رحمانی گرفته و 55 آقای اصولی، که به این اساس 50+1 پوره نمی کنه. ما و شما با اساس رسانه و با اساس اطلاعاتی که از پارلمان و ایام میشنیم، ولی بازم برمیگرده مسئله با ریاست موقت و هیئت اداری که یا باید امین مسئله را نباید جای پارلمان ما با برخورد فیزیکی و دشنام و ناسزا گفتن در پارلمان منجر شود. در گذشته ها هم در پارلمان دوره 16 هم دوره 15 هم چنین برخورده هایی را ما شاهد بودیم. واقعا از پارلمان مردم افغانستان چی انتظار باید داشته باشند، در حالی که ما آنچه یک پارلمان دیدیم برخورده های بسیار حتی فیزیکی بوده در بعضی موارد که مردم انتظار نداشتند؟ دقیقا آنچه که ما از پارلمان انتظار داریم چی است؟ بله، به طور عموم و به طور مشخص ما و شما در شرایطی که قرار داریم و مشکلاتی که در سراسر کشور موجود است، از نظر اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، قومی و دیگه و دیگه و سایر مسائل، ما باید در پارلمان اشخاص بسیار ورزیده، بسیار با تجربه، بسیار انعطاف پذیر
و کسایی که یکی دیگر را بپذیره و با منطق و استدلال و دیسکشن به مسائل برسه توقع ما عزیز است. وظایف ازیا بسیار سنگین است، وظایف ازیا تصویب قوانین است، فرامین و سایر مسائل یا مثلا یا رد میکنه یا تایید میکنه، تصویب بودجه است و این نظارت از اجراءات قوه اجرایه و از تطبیق قوانین و ازیا است. فلیاز ما توقع نداریم که سوی ازیا با اندازه باشه که برای یک سلسله مسائل به برخورد فیزیکی برسه. خو یک سلسله مسائل در سایر پارلمان مثلا یک بحث می بحث یک کمک به جدیت می رسو، یک کمک زنده باد و مرده باد و یا قبول می کنیم یا نمی کنیم، ولی به هیچ صورت توقع برخورد فیزیکی دشمنان دادن و یار نداریم. ولی دفعه اول که در روز دوم و در هفته دوم کارش چنین برخورد فیزیکی را شاهد است، انتظار داره چما از چنین یک پارلمانی که بیا قوانین را عادلانه تصویب بکنه و فرصتی گفتگو برای ماده های جنجالی که ممکن در قوانین وجود داشته باشه و باید گفتگو شود تا این مورد جنجالی و اختلاف نظرها رفع شود، شما انتظار دارین که چنین یک پارلمان بیاید فرصت بگذاره برای گفتگو؟ متاسفانه چنانچه تبصره سر سایر رسانه هم سر اعضای پارلمان صورت گرفته، پارلمان موجودی ما متاسفانه بعض اشخاص آمده که از تجربه کافی، از تعلیم و تحصیل و اجراءاتی که در امور دولتی داشتن وسایل، تعداد از بسیار کم است و در پالو از این مشکلات ما در کشور بسیار زیاد است. ما بازم امیدوار هستیم که یا باید سر از این مسئله فکر کنن و خود طور عیار بسازن، چیزی که خاص ملت است، چیزی که مشکل ماست، چیزی عزیز، و به هیچ صورت هیچ افغان توقع از این مرجع تا دشنام دادن و تا ناسزا گفتن و حتی برخورد فیزیکی به هیچ صورت ما توقع از این نداریم و آرزومندیم که یا متوجه شده و سری اجراءات خود، سری برخورد خود، سری پیش آمد خود، یعنی یک تفکر عمیق داشته باشه. واکنش بسیار از شهروندان در برابر برخوردی که امروز در پارلمان میانی از پارلمان شده ای است که این نوع برخوردان نتیجه یک انتخابات پرتقلب است که حکومت وحدت ملی او را رهبری کرده. آیا واقعا نتیجه یک انتخابات پرتقلب است که حکومت وحدت ملی را رهبری کرده؟ ببینین، مسئله است که ما و شما بارها سر از این مسئله صحبت کردیم. متاسفانه تعیین کمیسیون قبلی و اجراءات از او و به تعویق انداختن نتایج الی هفت ماه و بالاخره معرفی کردن اعضای کمیسیون با چارنوالی تا مجازات شوند و بالاخره نتیجه از او را قبول کردن که متضاد یکی با دیگه است. اجراءاتی که او مردم کرده، مردم مورد مجازات باید قرار بگیره. این بچن ولی نتیجه کاری از ما تایید میکنیم. اینمی نتیجه کاری از است که اگر ما اول اگر فرضاً اونمو مردم هیچ گناهکار نیستن، چرا ای بچن ولی معرفی شدن؟ و اگر یا گناهکار هستن و یا تقلب کردن، خوی نتیجه تقلب است و بالاخره متاسفانه نتیجه تقلب همی میبره که ما و شما شایدش امروز در برخورد فیزیکی در پارلمان هستیم و بدبختانه ممکن نتایج ناسزای بار خط بیاره. و مسلمان اینمی اعتراض است که کمیسون متاسفانه دولت مستقل نمیمانه و کمیسون از تعهد خود، از وجدان خود، از استقلالیت خود استفاده نمیکنه. ما توقع از امو کمیسونم بارها برشان گفته بودیم، با کمیسیون احزاب یا جلسه داشتن و به می کمیسیون هم ما میگیم که یا باید از استقلالیت خود، از وجدان خود، از تعهد خود در انتخابات آینده نیز باید کار بگیره و هیچ کسی هر فرمایشی که خلاف مقررات و قانون داده ای را باید رد کنه و در صورتی که یا زیر فشار گرفته میشه در روح که اونوز در قدرت است، در روح که اون در مستیت است، ای باید بگوید که ما نسبت اینی فشار
نتانستیم که در مقاومت کنیم، ما از چوکی خود ما استعفا میکنیم. شما فکر میکنن که علتی برخورد لفظی و فیزیکی میان نمایندگان افغانستان در مجلس نمایندگان فسادی است که در اونجا وجود داره و در عین زمان دخالت هایی است که حکومت به نوعی از آنها مستقیم و غیر مستقیم در کار مجلس نمایندگان دیروز و امروز داشته؟ آیا فکر میکنید حکومت دخالت بکنه در روند گزینش رئیسی کمیسیون و بقیه اعضای هیئتی داری؟ خب مسئله سر از این که از شروع همی پروسه همی کمیسیونی گذاشته، پروسه انتخابات و نتایج از او پر از تقلب بود و پر از مهندسی شدن بود، فلهذا نتیجهش نمی شد که بینده بایم آدم فکر نمی کنه که اونمو تقلب و نوزم موجود باشه و نوزم دلچسپی جنای مختلف در این مورد باشه، که ما امیدوار هستیم که این چیزا باید نباشه. کشور ما با نظر به شرایط ما، نظر به وضعیت ما ایجاب نمی کنن که ما هنوزم با در گزینش یک رئیس یا در گزینش یک مقامات دولتی یا مقامات سایر مقامات علاقه مندی داشته باشه و مسئله به جای بکشه که بالاخره با برخورد فیزیکی منجر شد. آیا دخالت حکومت را شما در مجلس نمایندگان میبینید که در کار مجلس دخالت داشته باشه در حال حاضر؟ خود چون فعلا مسئله بسیار اولی است، روز دیروز انتخابات شد و امروز منجر به و دیروز یعنی پذیرفته نشد از تمامش پذیرفته. اگر چه اخبار ما خو خواندیم که بعضی از مقامات دولتی شاید تبریکی هم داده باشه و بعضیش ممکن به شک و تردید دهش چیز داشته باشه. مسئله چون بسیار ابتدایی است و هنوز دیروز انتخابات شد و امروز برخورد فیزیکی شد، ممکنی معلوم شود که دستی کی است دیش و کی علاقه مندی داره که متاسفانه وکیل ما. در حال حاضر دیروز رئیس موقت مجلس نمایندگان رئیس جدید را معرفی کرد با گرفتن 123 رای و شمار زیادی هم از مقامات دولتی و هم از سیاستمداران پیشین به تبریکی رئیس مجلس نمایندگان رفتن. امروز ما شاهد برخورد فیزیکی و لفظی در مجلس نمایندگان بودیم، شما رو آمدن گفتن ما نمیپذیریم ریاست را. نهاد دیگری که میتونه در کار نهاد مجلس نمایندگان یا قوای قانونگذار افغانستان دخالت بکنه و این جنجال را در واقع فروکش بده کدام نهاد است؟ ببینین یک بایت حضرت سعدی دیاد محمد میگه گر تو را بستایدت نابخردی، حد خود بشناس و پا از حد خود بیرون منی. ببینین اگر احیانا یکی از قوای ما و شما یا یکی از اشخاص و افراد به نوعی از انواع متنفذ و با قوت اگری یعنی گروپی از وکلای ما را مثلا به نوعی از انواع تشویق به این میکنه که این برخورد فیزیکی و ناسزا گفتن و دشنام رفتن، این یک جهت مسئله است که این وطن یک قب مانده، ای و تبی جامعه سنتی ما از هیچ چیزی یعنی ما رد کرده نمیتانیم، ولی فعلا راجع به این سند نداریم. ولی مسئله ما سر ازمی وکیل صاحب هستن، به هر ترتیبی اگر یک کسی یا را سپورت و حمایت کنه و یا را تطمیع و یا را تشویق کنه، یعنی برای زیاده این موقعیتش نمایندگی از مردم در جای قانون گذاری در محلی که چشم مردم چشم ملت به طرف ازی است، این برای ازی لازم است که یا برخورد فیزیکی داشته باشه و این مسئله بسیار با سادگی اسناد باید بکشه و بگه که فرضاً چقدر رای، چقدر وکیل نی، چقدر هست، مجموعاً چند میشه، 50 جمع یک پوره شده یا نشده. ما به هیچ صورت از خودی ازیا توقع نداریم و خودی ازیا باید امید کار نمیکرد و این ملامتی برمیگرده برای ازیا. چرا با این سویه اگر این مسئله را حل کرده نمیتونه چطور یا میتونن که مسائل بسیار مهم که این قانون گذاری، سی نظارت از قوه اجرایی است، از تصویب قوانین، فرامین، تصویب بودجه، چطور ما از این توقع داشته باشیم که در این ملت حکم؟ سپاسگزار هستم آقای اساس. یک میان برنامه کوتاه میگیریم، دوباره برمیگردیم. درود مجدد، همچنان بیننده آخر خط از نور هستید. آقای علیزاده سلام بر شما، بسیار خوش آمدید. آقای علیزاده دیروز در مجلس نمایندگان چی گذشت و امروز چی گذشت؟ اتهامی که دیروز بر مجلس نمایندگان وارد است است که در جریان گزینش رئیسی مجلس نمایندگان پولهای زیادی توزیع شد
و رقیب آقای رحمان رحمانی که به عنوان رئیس مجلس هم معرفی شده این اتهامات را بر آقای رحمانی وارد میدانند. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما مهمان محترم عزیز در بس و بینندگان محترم برنامه. خب آنچه که ما مشاهده کردیم دیروز در تالار، انتخابات رئیس مجلس بود، دور دوم میان دو نفری که بلندترین نارا رو گرفته بود، آقای رحمان رحمانی و آقای کمال ناصر اصولی. خب اوضاع به شکل نرمال پیش می رفت و نظم انضباط هم به نظر من بد نبود. خب در وسط انتخابات آقای کمال ناصر اصولی خب سر صدا بر انداخت و ادعا کرد که بعضی افراد و اشخاص ورقه رای را می گیرن، می برن در بیرون نشان می تن و از پس میارن می اندازن. خب دوباره همین سر صدا هم خاموش شد و قرار بر این شد که ببینیم در شما چشم دیدتون چی بود؟ چنین چیزایی شدن؟ من خودم شخصا مشاهده نکردم، من چیز را مشاهده نکردم، ولی یک ادعا بود. حالا ادعایی که آقای اصولی اگر میتونه خب سند نشان بده ثابت کنه، چون افغانستان کشور ادعاها و اتهامات است. با کمال تاسف فضا خیلی فضای پر از اتهامات و ادعاها هست، ولی یکی مستند ادعاها و اتهامات. یک مورد دیگری که آقای کمال ناصر اصولی به عنوان رقیب رحمان رحمانی استناد میکنه بر او، استدلالش این است که 50+1 پوره نکرده، بر اساس این فرمول باید آقای میررحمان رحمانی 124 رای میگرفت تا به عنوان رئیس مجلس معرفی میشد، در حالی که 123 رای گرفته. این مورد چگونه است؟ بر اساس اصول وظایف داخلی مجلس نمایندگان چگونه یک تفسیر و قرائتی داره؟ خب مشکل اساسی همینجا هست. این ضرورت به یک بررسی با اعصاب آرام و بی‌طرفانه داره که ببینه آیا موضوع از چی قرار است، کاری که دیروز شد مطابق اصول وظایف داخلی بود یا نبود. و معیار هم برای حل از این موضوع باید اصول وظایف داخلی مجلس باشد. اگر قرار شود که اصول وظایف داخلی را کنار بگذاریم، در اون صورت خب جنجال حل نمیشه. میشه که اصول وظایف داخلی را کنار گذاشت؟ نه خیر، نمیشه اصول وظایف داخلی را کنار، چون مبنای کاری و تصمیم گیری اما اصول وظایف داخلی هست. خب آنچه که ما مشاهده کردیم این بود که آقای رئیس اعلان کرد که 247 نفر در انتخابات شرکت کرده و از این میان 247 نفر که 50+1 124 نفر هست، هر کاندید 124 نفر را پوره کنه و برنده هست. بین اساس پس 50+1 آقای میررحمان رحمانی پوره نکرده. خب آقای میررحمان رحمانی بعدن اعلان شد 123 رای گرفته، البته یک رای را گفتن که باطل هست. اما در اینجا خب دو مشکل پیش آمد. در یک، آقای میررحمان رحمانی بر اساس اعلان 124 رای پوره نکرده، یه جای شک نیست 123 رای بوده. اما دو مشکل را اونها ادعا میکنن که به وجود آمده. یکی این که یک رای که مربوط به آقای میررحمان رحمانی بود، اونها ادعا داره که ناحق باطل اعلان کرده، گفتن قلم خورده. حالا قلم خوردگی باطل میشه نمیشه ضرورت به بررسی داره. دومی که گفتن بعد از او گفتن که از 247 نفر نبوده، 245 نفر بوده، دو نفر رای خود نه انداخته. در اینجاست که یک مشکلی پیش آمده و من فکر میکنم این ضرورت به این داره که باید با حوصله مندی و بدور از طرفداری از طرفین موضوع باید بررسی شود. چیزی که قابل یادآوری است است که آقای کمال ناصر اصولی در هر حالتش باخته، اونا با 55 رای نمیتونه رئیس شود. آقای کمال ناصر اصولی باخته، دیروز هم خودش اعتراف کرده که باخته، در ویدیویی که منتشر کرده گفته ما باختیم. بله. ولی امروز آمده در کرسی رئیس مجلس نمایندگان نشسته. بله، ما امیر میگیم که خب آقای کمال ناصر اصولی باخته، اما این که آقای میررحمان رحمانی برده در این مورد خب هنوز سوالی وجود داره. هنوز سوالی پس چرا رئیس موقت او را رئیس مجلس نمایندگان معرفی کرد؟ خب ما فکر میکنم این یک مقدار در این مورد عجله صورت گرفته. حالا اینکه چرا رئیس موقت چنین کار را انجام داده، باید از خودش سوال شود.
و اونا مبنایش برای از این اعلان چی هست؟ دیروز هم اونا به شکل سربسته اعلان کردن که آقای رحمان رحمانی برنده هستن، اما بر چی مبنای، روی چی دلایل قانونی باید اونا توضیح میدادن که امروز هم نبودن و شما در اعلام کردن رحمان رحمانی به عنوان معرفی، آقای رحمانی به عنوان رئیس مجلس نمایندگان، اشکالات حقوقی و قانونی را در میبینید که اونجا وجود داشته باشه با توجه به اینکه باید 124 رای میگرفت ولی 123 رای گرفته؟ خب بله، همی که جنجال به وجود آمده خودش بیانگر عزیز که اشکالات وجود داره، ولی باید این اشکالات با یک اعصاب آرام، با یک فضای آرام بر اساس اصول وظایف داخلی حل شود. خب اگر اشکال نمی بود خود جنجال به وجود نمی آمد. حالا آقای رحمان رحمانی از لحاظ قانونی بیا ثابت بسازه که اما یک رأی که اونا باطل اعلان کرده او اعتبار داره، باطل نیست، در او صورت میشه که 124 پوره کنه، و یا اینکه در بر مبنای اصول وظایف داخلی قانون اساسی افغانستان بیا ثابت بسازه که امی 247 نه 245 کسی که رأی خود را در صندوق انداخته این معتبر است، نه او کسانی که رأی خود را نانداخته. در هر حالتش یک بحث حقوقی و قانونی هست که بره چوکی رو اشغال کنه، نگذاره، نمانه زورگویی و جنجال و چیزا برای بیاندازه، مشکل حل نمیشه. خود یک فضای آرام به وجود بیاره. امروز هم که من رفتم در اونجا دیدم متاسفانه رئیس وجود نداشت، حتی رئیس موقت هم نبود و وکلام جمع شده، ششته بودن، رای حل های مختلف پیشنهاد میشد ولی مورد قبول قرار نمی گرفت، دو طرف کوتاه نمی آمدن، در حالی که من فکر میکنم رای حلی است که مجلس به شکل نرمال باید اداره شود توسط رئیس سرپرست. توسط رئیس سرپرست، بله، توسط رئیس سرپرست اداره شود و هر دو طرف استدلال های حقوقی خود را داشته باشند. در سایه از امو استدلال های حقوقی و در سایه اصول وظایف داخلی مجلس باید این مشکل حل شود. و جدا از اون من فکر نمی کنم که مشکل قابل حل باشد و طرفین هم کوتا نمی آید. حالا البته من خیلی زیاد بس طرفدار اصطلاح طرفین نیستم، چون یک طرف باخته شک نیست، طرف دیگه در مورد شک وجود داره و حالا وظیفه وکلایی که در اونجا هستن، نمایندگانی که هستن، اونا باید بی‌طرفانه بشینن بحث کنن، بررسی کنن وظایف اصول وظایف داخلی را معیار قرار بدن و بر اساس در مورد مسئله و اتفاق که امروز در مجلس آمد اگر بیشتر توضیح بدین، امروز چگونه شد که برخوردهای فیزیکی و تنش‌های لفظی در مجلس نمایندگان میان اعضای مجلس به وجود آمد؟ من در اون ساعت که برخورد فیزیکی یا تنش‌های لفظی شدن نبودم. خب یک ساعت دو ساعت دیرتر رفتم در اونجا، شاید از این نبودم که چگونه به وجود آمد، ولی متاسفانه مجلس ما یک مجلسی است که پرتشنج است، با اندک بهانه‌ای کسانی هستند است که موضوع قومی می‌سازند، لسانی می‌سازند، مسائل‌های شخصی را مطرح می‌کنند، به جان همدیگر می‌پرند، برخوردهای فیزیکی می‌کنند که این مسائل قابل تأثیر و قابل تأسف است. سپاسگزار است. موقع اساس در شرایطی که افغانستان شدیداً نیاز به همگرایی و همبستگی داره و انتظار از مجلس نمایندگان به عنوان یک نهاد قانون‌گذار که با 249 نماینده در اینجا در واقع حضور دارن، انتظار این است که اینها تمثیل بکنن تکثر در افغانستان را و در عین زمان توحید دیدگاه برای سمت و سو دادن منافع ملی افغانستان را. آیا با این برخوردهایی که صورت میگیره فکر میکنید مجلس بتواند چنین یک تصویر را تمثیل بکنه از خود به نمایش بگذاره؟ تشکر. خوشبختانه امروز ما وکیل صاحب تشریف دارن که خودشان در مجلس حضور داشتن و ما قبلا اشاره کردیم به ای که ضرور نبود که به ای شتاب زدگی امین نتیجه اعلان می شد و امروز ما و شما سر یزی قضاوت میکنیم که در ای کشور پرتشنج ما تضادهای عجیب و غریب، عجمی عقب مانده، فقر و بیچارگی و جنگ و ای چیزا جای یا محلی که و تمثیل کنندی قوانین، تصویب کنندی قوانین، نظارت سر اجرات دولت، قوانین، فرامین، بودیجه برای وطن بیچاره سنجیدن، این کارهای بسیار کلان در پیش روی داره. حتی ایا به یک مسئله بسیار عادی که چنانچه وکیل صاحب هم اشاره کرد که یک تسامو، یک همدیگر پذیری و
یک تعقل و یک رعایت قوانین و یا ایجاب میکنن که این را هیئت رئیس هیئت موقت و هیئت اداری این را باید میکرد. و مسئله سر عزیز که تا جایی که ما شنیدیم اصولی را اعلان کرد دیروزم که ما باختیم، ما 55 رای بردیم ما باختیم، ولی آقای رحمانی هم باخته 50 جمع یک پورا نکرده. ای آقای رحمانی استدلال میکنه که یک رای خط خوردگیه، چطور است؟ این میشد که امی رئیس هیئت موقت با هیئت اداری میششتن و این مسئله را حل میکردن و این مسئله را بینجن. متاسفانه وطن ما در مجموع نه تنها پارلمان بلکه کل کشور ما پرتشنج است. اینجا مسئله یک کشور، یک جامعه سنتی است، یک جامعه عقب ماندگی است. متاسفانه اینجا مسئله تنظیم و مسئله لسان و منطقه و این و آن بسیار زیاد است. ما باید از وکلای خود، از پارلمان خود اینمی توقع داریم که ایا یک انعطاف، یک همدیگر پذیری، یک تسامح، یک صبر و حوصله و شکیبایی ای باید داشته باشه در مسائل ملی، در مسائل بسیار مهمه، مسئله صلح پیش روی ماست، مسئله انتخابات پیش روی ماست، مسئله اینمی اول جوزا اینمی پیش ماست و این مسائل تمامش بالاخره رجعت داده میشه به وکلا و به نوع از انواع یا باید فیصله داشته باشه. خود توقع ما عزیز که یا باید این مسائل با یک ابتکار و خلاقیت، با یک صبر و تحمل، با یک حوصله مندی ای را باید کنه. به هیچ صورت توقع ما از این نیست و این را ما تعصب‌بار میدانیم. سپاسگزار هستم از شما. سپاسگزار هستم. آقای علیزاده، این تنش‌هایی که به وجود آمده و در این زمان امروز هم مشاهده بودیم بر سر چی کسی باید رئیس مجلس نمایندگان باشه و چی کسی رأی قابل ملاحظه را گرفته، رأی که بتونه او را به مجلس معرفی بکنه، قابل حل است و چه کسانی باید در اینجا دخالت بکنه؟ و در این زمان گفته میشه حکومت در کار مجلس دخالت میکنه و کسانی هم که در اینجا دیروز و امروز تشنج داد کردن از طرف حکومت بودن. آیا واقعا حکومت دخالت میکنه در کار داخلی اعضای مجلس نمایندگان؟ خب بدون شک موضوع قابل حل هست، موضوعی نیست که قابل حل نباشد، به شرط از اینکه هر دو طرف یا کسانی که مشکل ساز هستند خیلی به حرف از اونا گوش داده نشه و خود مجلس نمایندگان مطابق اصول وظایف داخلی و مطابق قوانین نافذه کشور، قانون اساسی افغانستان بشینه، موضوع را بررسی کنه و تصمیم بگیره. و ولی در مورد از این که آیا حکومت در اینجا مداخله کرده نکرده، خب ما به صورت مستقیم چیزی را مشاهده نکردیم، نمیبینیم، اما یکی غیر مستقیم زیر پرده چی دخالت دارند. سوالی که دیروز هم ایجاد شده بود که هم نماینده حکومت در اینجا بر رقابت برای گرفتن کرسی مجلس نمایندگان بر رقابت پرداخته و هم نماینده اپوزیسیون حکومت، واقعا چنین است؟ کسانی که دیروز با هم رقابت کردن از جریان اپوزیسیون و حکومتی بودن اینا؟ خب تحلیل ها همین گونه هستند، خواهی نخواهی در کشور خب صف بندی های وجود داره. خب آقای کمال ناصر اصولی هم به یک شکل میگن که از جمله چرایی است که مطلوب ارگ است و حکومت از اونا در مورد از اینکه وکیل شود حمایت کردن. خب این بحث های قبلی بودن، ولی از این طرف آقای رحمان رحمانی هم من فکر نمی کنم که یک چهره اپوزیسیونی باشد. یک آدمی هست که در طول دوره گذشته و همین اکنون هم بیشتر خیلی جهتگیری مشخص سیاسی نداشته و بیشتر هم به خاطر کاروباری که داشته کوشش کرده که با حکومت هماهنگ باشد، حکومت علیه خود حساس نکنم. من خودم خیلی باورمند به این نیستم که دو چهره، چهره اپوزیسیون و چهره حکومتی باشد. ولی با کمال تاسف با توجه به شرایطی که در کشور جریان داره، در شورا جریان داره و با کمال تاسف از سوی بعض حلقات در داخل ارگ دامن زده میشه، این گونه موضوعات خیلی زود رنگ قومی میگیره، رنگ لسانی میگیره که جای بسیار تاسف است. حالا مثلا همی است، مردم میپرسند که چرا باید در مجلس نمایندگان مسائل قومی مطرح شود؟ کسانی که اینجا میرن قانون گذاری میکنن و ممکن قانونی که میگذارن
اونجا احساسات و عواطف اینا درج و قانون شود که بعداً برای مردم افغانستان مشکل ساز خواهد بود. چرا این مسائل در نهاد قانونی مطرح میشه؟ لحاظ قانونی و معیاری و آرمانی همین گونه که شما میگین باید باشد. مجلس نمایندگان باید تمثیل کننده نمایندگی از مردم افغانستان باشد. اینا وظیفه دارند که در اونجا اساس ملت را بگذارند، ملت افغانستان را تعریف کنند و تقویه کنند و برخوردهای قومی و قبیلوی نداشته باشد. حتی در روزی که میانم قسم میخورن، یکی از قسم هایی که رو دست روی قرآن میگذارن همیست که در اینجا روی ملاحظات سمتی و قومی با مسائل برخورد نکنن، منافع کل مردم افغانستان در نظر بگیرن. این حرفا درست، ولی در عمل با کمال تأسف باید قبول کنیم که مجلس نمایندگان مثل سایر نهادهای کشور نتانسته خود را از زیر زمین سایه شومی تفرقه های قومی نجات بده. مجلس نمایندگان بخشی از همه جامعه است. وقتی در جامعه تشنج باشد، در جامعه تقابل باشد، وقتی که حتی سران حکومت ما مسائل قومی را دامن بزنن، تقابل ها را دامن بزنن، خب انتظار نداشته باشیم که نمایندایی که از بیرون میاد اینا مقدر رشد فکری، مقدر استقلال روحی، مقدر آرمانگرایی بلند داشته باشند که زیر تأثیر از این مسائل در جامعه میگذارن قرار نگیرن. زیر تأثیر دوره 17 مجلس نمایندگان چه تفاوتی با دوره قبل خواهد داشت؟ خب ما تازه در شروع کار قرار داریم. مشکل است که بتانیم از همین حالا قضاوت کنیم که چه تفاوتی وجود داره. ما امیدوار هستیم که تفاوت وجود داشته باشد. چهرهای جوانتر آمدن در مجلس، چهرهای جدید نسبت به چهرهای قدیم بیشتر هستند. خب بدون شک دور 16 دچار انواع و اقسام مشکلات بود، مردم راضی نبودن. خب حالا شروع کار است، ما امیدوار هستیم در سطح امیدواری که متفاوت از دور 16 باشد و امتحان خوبی بتن و واقعا نمایندگی کنن از مردم، مردم را در نظر بگیرن، خواسته و منافع مردم را نسبت به هر چیز دیگه ترجیح بدن. ولی در شروع کار است، ما نمیتونیم قضاوت کنیم، باید امتحان داده شود، امتحان خود بیتن تا در آینده قضاوت کنیم که چگونه هست. سپاسگزار هستم. محمد علی علیزاده از مجلس نمایندگان و دکتر نادر اساس رئیس دبیرخانه حزب افغان ملت از حضورتون در برنامه و سپاسگزار از شما بیننده گرامی. وقت بخیر، خدا نگهدارتون.